پس از حادثه خونبار حسینیه بقیتالله الله در شهر زاریا در نیجریه و به شهادت رسیدن و زخمی شدن تعداد زیادی از شیعیان این کشور که در سال 2015 میلادی به وقوع پیوست این روزها صدای آبادانی و سازندگی از محل این حسینیه و خرباهای به مانده از آن به گوش می رسد در روزهای گذشته به همت جمعی از نیکوکاران و شیعیان نیجریه پروژه ساخت دوباره حسینی بقیت الله در شهر زاریا آغاز شد. در خبری دیگر مرتبط با شیعیان نیجریه، جنبش شیعیان این کشور به دلیل کوتاهی پلیس در تحویل اجساد شی... شهیدان به دادگاه این کشور شکایت کرد. جنبش استامی نیجریه از بازرس کل پلیس و رئیس پزشکی بیمارستان ملی ابوجا به دلیل امتناع از تحویل اکساد که در جریان تظاهرات در ابوجا کشته شدن شکایت کرد. 22 ژانویه سال 2019 ماموران پلیس به تظاهرات مسالمت شیعیان نیجریه حمله کرده و 14 نفر را به شهادت رساندند. پس از این جنایت شیعیان توانستند اجساد برخی از شهدا را به زور پس بگیرند اما هنوز چهار جسد در بیمارستان ملی و پنج جسد در بیمارستان آسکوری ابوجا تحویل خانواده ها نشدند قاضی پرونده دادگاه عالی فدرال ابوجا کشته شدن معترضان توسط عوامل نیروی پلیس نیجریه را غیرقانونی دانسته و به منزله نقض فاحش قانون اساسی اعلام کرده است. دادگاه همچنین بازرس کل پلیس را مکلف کرده تا مبلغ 15 میلیون نایرا به خانواده های معترضانی که در این حادثه کشته شده اند پرداخت کند و علاوه بر این دادگاه به مدیر بیمارستان ملی ابوجا نیز دستور داده تا اجساد شهدا را به خانواده های ایشان تحویل دهند.